بخش سوم پیروزی عمومی برداشت های ناشی از اتکای متقابل هیچ دوستی بدون اعتماد و هیچ اعتمادی بدون یک پارچگی وجود امکان پذیر نیست ساموئل جانسون قبل از ورود به مبحث پیروزی عمومی لازم به یادآوری است که اتکای متقابل مؤثر تنها می تواند بر اساس و شالوده استقلال راستین بنا شود به بیان دیگر پیروزی شخصی بر پیروزی عمومی مقدم است وقتی به عقب برمیگردیم تا مسیر طی شده را نظاره کنیم و ببینیم که در کجای این مسیر هستیم آشکارا در میابیم که بدون عبور از این ره گذر به موقعیت کنونی خیش دست نمیافتیم مسیر دیگری وجود ندارد راه میان میانبری مشاهده نمی شود نمی توان با چتر نجات بر این نقطه فرود آمد تصاویر ذهنی ما ممنوع از ارتباطات از همگسسته کسانی است که شتاب زده کشیدند با ما و دیگران روابط موثری برقرار کنند قافل از اینکه بدون بلوغ فکری و استحکام منش چنین روابطی ممکن نیست شما الزاما باید تمام این راه را بپیمایید و قبل از اینکه در روابط با دیگران موفق باشید باید در رابطه با خود کامیاب گردید چندی پیش به هنگام اجرای سمیناری در سواحل ارگون مردی نزدم آمد و گفت استفان راستش را بخواهی من از حضور در این سمینار خوشنود نیستم به کسان دیگر نگاه کن ساحل زیبا دریا و نشاط شادمانی مردم را ببین اما من فلکسده باید اینجا بنشینم و با نگرانی در این اندیشه باشم که وقتی امشب همسرم تلفن می کند در پاسخ به بازجوی او چه بگویم هر بار که از او جدا می شدم دمی از نظارت بر من غافل نمی ماند تا کاملا اطمینان حاصل کند که گفت و ها و دیدارهای من با امیال و مقاصد, مقاصد, او تعارض و تفاوتی ندارد او با این کار ناپسندش خوشی و لذت سفر را به کام من تلخ می کند کجا صبحانه خوردی با چه کسی ملاقات کردی آیا تمام صبح را در جلسه گذراندی چه وقت نهار خوردی به چه هنگام صرف به هنگام صرف نهار چه کردی بعد از او را چگونه گذراندی بعد از خاتمه جلسه به چه تفریح و سرگرمی پرداختی چه کسی با تو بود درباره چه مطلبی صحبت کردی و آنچه که او واقعا میل دارد بداند و هیچگاه نمیپرسد این نکته است که برای اطمینان از صحت گفتار من باید با چه کسی تماس بگیرد حاله از اندوه و نگرانی چهره او را در بر گرفته بود پس از مدتی که با هم صحبت کردیم به مطلب جالبی اشاره کرد او میداند که چه پرسش هایی را مطرح کند زیرا ما در چنین سمیناری با یکدیگر آشنا شدیم پس از اینکه به طور کامل به شکوه و گلایش گوش دادم گفتم شما هم مانند بسیاری از افراد دیگر در پی راه حل فوری و آنی هستی این طور نیست منظورت چیست دوست داری آچاری برداری پیچهای سر همسرت را باز کنی به ذهن او برسی و با یک چشم به هم زدن دیدگاه دلخواهت را در مغز او جای دهی درست است؟ معلوم است میل دارم تغییر کند او به طور مداوم مرا عذاب می دهد و من فکر نمی کنم این کار صحیح باشد در پایان به او گفتم دوست من تو نمیتوانی از مسائلی که با رفتارت پدید آوردهی بگریزی. در این گفت و شنود با تغییر برداشت بسیار اساسی و دراماتیکی روبرو هستیم. شما ممکن است بخواهید با مهارتها و تکنیکهای احراز شخصیت ارتباطات اجتماعی خیش را جلا دهید. در عین حال چه بسا با چنین فرایندی بنیان منش خیش را از بیخوبان برکنید درخت پیش از اینکه میوه به بار آورد باید از ریشه سالم برخوردار باشد در اینجا اصل تربیت و توالی مطرح است پیروزی شخصی بر پیروزی عمومی مقدم است نظم و ترتیب فردی و تسلط بر نفس سنگ زیر سنگ زیر بنای روابط ت خوب و موثر با دیگران است نظم و ترتیب به فردی و تسلط بر نفس سنگ زیربنای روابط خوب و موثر با دیگران است شماری از مردم بر این باورند که پیش از دوستی با دیگران باید به خود عشق ببرزند به اعتقاد من این عبارت ارزش تعمل و تعمق زیادی دارد در این حال بدون شناخت و کنترل نفس و بدون برخورداری از تسلط بر وجود دوستی با به بجز موارد سطحی و زود بسیار دشوار است عزت نفس باقی از تسلط بر نفس و استقلال راستین نشأت میگیرد و این نکاتی است که در عادتهای یک و دو و سه مرکز توجه قرار گرفته است استقلال موفقیت آفرین است و اتکای متقابل تصمیمی است که تنها افراد مستقل یارای اتخاذ آن را دارند به این ترتیب پرورش مهارتهای ارتباطی بدون تمایل به کسب استقلال واقعی کار ابلهان است ممکن است بکوشیم که در شرایط خوب و مساعد به پاری از موفقیت ها دست یابی در این حال وقتی مشکلات فرا برسد که میرسد تکیگاهی برای انسجام اوضاع و احوال خیش نخواهیم داشت مؤثرترین عامل در هر رابطه ای گفتار و کردار ما نیست که منش ماست و اگر گفتار و اعمال ما به جای نشأت گرفتن از نهفته ترین سطوح باطن یعنی اخلاقیات منش از تکنیک های سطحی روابط انسانی یعنی اخلاقیات شخصیت سرچشمه بگیرد مردم بوی درویی و تزویر را حس خواهند کرد و در نتیجه نمی توان پایه و بنیان لازم را برای اتکای متقابل موثر بنا نهاد و از آن محافظت کرد مهارت هایی که به راستی در روابط انسانی موثر واقع می شوند تکنیک هایی هستند که تقریبا به طور طبیعی از منش مستقل و واقعی ما سرچشمه می گیرند از این رو برای ایجاد هر گونه ارتباط موثری نخواست باید از درون آغاز کرد درون حلقه نفوذ درون منش وقتی مستقل و عامل شویم اصول را کانون توجه قرار دهیم انگیزه های ما ارزش های ما باشد اولویت های زندگی را با قاطعیت به نظم درآورده و به مرحله اجرا گذاریم آنگاه می توانیم با توسل به اتکای متقابل پایو، و اساس روابط مؤثر غنی و پردوام را با دیگران بنیان نهیم در چنین شرایطی وقتی به پیش می, می نگریم در می آبیم که فضای زندگیمان آکنده از رنگ و بوی دیگر است اتکای متقابل دنیای از امکانات را برای معاشرت های پرمعنا و غنی عمیق و همچنین برای افزایش تولید خدمت ایثار و یادگیری ما فراهم می آورد. در این حال موقعیتی است که در قلم روی آن بیشترین درد و ناکامی را حس می کنیم و بزرگترین موانع را بر سر راه شادمانی و موفقیت خیش می آورد. دردی جانکاه که تا مغز استخوان را می سوزاند. اغلب سالیان سال با درد مزمن فقدان بینش رهبری و مدیریت زندگی را سر می کنیم. احساس ناراحتی مهمی سر و پای وجودمان را فرا می گیرت. گاه برای فرو نشاندن این درد هرچه هر چند هم موقت قدمی بر می داریم. اما سرانجام به درد مزمن عادت می کنیم و زیستن با آن را می آموزیم. در این حال وقتی در ارتباط با دیگران با مسائلی روبرو می شویم این درد تند و شدید, این درد تند و شدید را شدت می بخشیم. اغلب دردناک است و می خواهیم به گونه ای از آن بگریزیم. آن وقت میکوشیم تا از طریق تسکین ها و زخم بند های اخلاقیات شخصیت به شیوهی آنی و زود گذر از این مشکلات عمیق برهیم قافل از اینکه این درد شدید تجلی مسئله کهن و است و پیکار با اثر بیرونی جز اطلاف وقت نیست و اغلب بر مشکل می افساید. در نتیجه تنها در بغرنش کردن بیشتر مسائل موفقیم حال که مبحث ارتباط متقابل مؤثر را مرور و بررسی می کنیم اجازه دهید دیگر بار تعریفی را که پیش از این در مورد تاثیرگذاری و نفوذ مورد اشاره قرار گرفت مرکز توجه قرار دهیم تعادل میان تولید و قابلیت تولید اصل اساسی در حکایت قاز و تخم زرین بود در یک موقعیت اتکای متقابل تخم های زرین معرف تأثیر گذاری حیرت انگیز نیروی جمعی نتایجی که در ارتباطات, در ارتباطات گشوده و و مثبت با دیگران حاصل می شود و دسترسی مدام با این تخم ها مستلزم مراقبت از قاز است ما باید نخست روابطی را که چنین نتایجی را به بار می آورند پدید آورده و سپس از آن مراقبت کنیم از این رو قبل از اتمام موضع شناسایی و اکتشاف و ورود به عادتهای چهار و پنج و شیش مایلم استعاره نیرومندی را در چارچوب اتکای متقابل و در توصیف روابط سالم و تعادل بین تولید و قابلیت تولید مطرح کنم.